یعنی ما چه کار کردیم با این انقلاب؟ ما قرار بود که به سلام مسئولین اول انقلاب مثل مرحوم شهید بهشتی گفتن هر کی هر حرفی داره بیا بزن تو رادیو تلویزیون ما جوابشون میدیم، ولی غربی ها هم بیکار نمیشستن. حالا ما که ایرانی ها عادت داریم گناه رو میندازیم گردن دیگران، ولی خودمون هم مقصر بودیم. نه تنها پاسخی ندادیم بلکه شروع کردیم به حذف اینها، اول مارکسیست ها، بعد لیبرال ها، بعد ملی گرایان، بعد این حذف رسید به خود ما روشنفکران دینی، بعد خود روحانیت. خود روحانیت هم حذف شد. حالا فیلم مارمولک میسازیم علیهش، کارهای دیگه هم میکنیم، و چند درصد روحانیت درگیر کارها هستن و اتفاقا از نقش سازنده که در گذشته داشتن در جامعه مدنی هم محروم شدن. همون وعظ، همون خطابه، همون پرداختن به امور معنوی، اینا همه گرفتن و دادن به مداهان، کسانی که علمشون در حوزه دین بسیار بسیار ضعیفه، دو دنگ آواز دارند و بقیه مسائل دیگه به امان خدا راه است. همه این کارا رو ما کردیم، همه این فرصت ها رو از دست دادیم و بچه‌هامون اسیر شدن. و بعد شما رادیو و تلویزیون رو نگاه میکنی، رادیو تلویزیون ملی ایران رو باز میکنی، میبینی آخوندی رو نشوندن اونجا دارن راجع به جن صحبت میکنن. جن چه مسئله ای از ما حل میکنه؟ برای چی مردم نرن به ماهواره پناه نبرن؟ بلکه برنامه ها به درد نمیخوره. برنامه های نه جنبه علمی داره نه معنوی داره. چه دردی رو شما انواع جن رو مثلا برشمارید، چه چیزی رو از شما؟ یا مثلا یک کسی میخواد خیلی معنوی صحبت کنه، میگه که عربستان سعودی رفته ساختمانی ساخته مشرف و مکه که امام زمان که ظهور میکنن با تک تیرانداز ها امام زمان بزنن. یعنی امام زمانی که اومده انگلیس و آمریکا و چین و همه رو سر جاش بنشونه با تک تیرانداز از بمیره. اینم معنویتی که ما مثلا داریم به بچه‌ها. آقای دکتر، چون به مثلا